با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم و امروز هم جمعه است. ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو با هم دنبال میکنیم. روز 11 ماه مارس، یعنی یه دفعه روز دیگه ما سال جدید رو در ایران آغاز میکنیم. ضمناً ما از فکر میکنم که همین یک شنبه ساعتها رو تغییر میدن در آمریکا و بنابراین برای دوستانی که در اروپا هستن حواسشون باشه که برنامه های یک ساعت اختلاف خواهد داشت. این رو بهش دقت بکنید که برای شمایی که در اروپا هستید یک ساعت زودتر برنامه شروع میشه. این رو خواستم براتون برسونم. اما مثل هر جمعه میریم در این ساعت پیش آقای دکتر آلبرت میهن‌یار عزیزمون، کارشناس امور اسرائیل و خاورمیانه. من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که الان میشه راجبش حرف زد صحبتهای آقای اوباماست که با این آتلانتیک نیوز انجام داد و خیلی حرفای جالبی بود. یعنی اینکه به عربستان هشدار میداد که باید ایران رو سهیم کنی توی منطقه، نمیتونی فقط برای خودت یه نفره همه مال تو باشه. بریم از آقای آلبرت بپرسیم که این آقای اوباما در حقیقت، چون که تمام این بازی سیاست یک رئیس جمهوری که میاد به سر کار در آمریکا در حقیقت دکترینشه، اون پلان و برنامه‌ایه که با خودش همراه میاره. و ببینیم دکترین اوباما چیه. بالاخره الان که دیگه داره جمع میکنه بساطو و بره، یه اثر از خودش میدونیم که جا گذاشت و اونه که این مسئله اتمی ایران رو حل و فصل کرد. درش رو گل گرفتن، تو سیمان ریختن و این حرفایی که بردن فروختم و نمیدونم فلان اینا رو به گوش نده، همه رو ازش گرفتن و میلیاردها دلار هزینه‌ای که ایران کرد همه به باد رفت و این در کارنامه اوباما به عنوان رئیس جمهور آمریکا باقی میماند. یک کار کرد که بالاخره اسمش در تاریخ در این زمینه میماند. اما ببینیم آقای آلبرت در این مورد چه میگوید و بپرسیم که این ماجرا چیست، ایران، عربستان، چرا اوباما این حرفا را میزنه. آقای آلبرت، من به شما درود میفرستم، خوشحال میشم که در این زمینه نظرات شما نازنین رو داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم. با درود دوباره به شما و بینندگانتون در سراسر دنیا. معمولا وقتی راجع به دکترین سیاسی هر رئیس جمهور یا هر رهبر کشوری در دنیا، حداقل کشورهای آزاد دنیا صحبت میکنیم، معمولا دکترین سیاسی در اول این شروع ریاست جمهوری یا دوران رهبری اون شخص انجام میشه. ولی در واقع در حالت آقای اوباما این دکترین سیاسی، این تفکر سیاسی، این مدرسه سیاسی ایشون هیچ وقت به طور واضح که در این مصاحبه با این مجله کردن به این نحو بازگو نشده بود. و من فکر میکنم که ما تکه تکه دیده بودیم که سیاست‌های آمریکا در منطقه چجوری هست، ولی هیچ وقت جواب واضحی به این مسئله داده نشده بود که در واقع آمریکا در منطقه چی کار داره میکنه. و شاید هم آقای بهبانی، حداقل من فکر میکنم مناسب باشه که بگیم، شاید هم در واقع خود آقای اوباما هم نمیدونسته که دکترین کامل سیاسی ایشون چیه یا به چه نحوی، حداقل اگرم میدونسته چی هست، نمیدونسته به چه نحوی میتونه این دکترین فکری پیاده بشه. ولی قسمت های مختلفی رو ایشون پوشش کردن در این صحبتاشون، از ایران و عربستان و منطقه خاورمیانه، رهبران منطقه خاورمیانه که حالا در چند دقیقه راجبش صحبت خواهیم کرد، راجب چین، راجب شوروی، راجب اروپا، راجب متحدین اروپا. ولی ما امروز فقط در رابطه با خاورمیانه و مسائل خاورمیانه، ایران و عربستان و اسرائیل به خصوص، صحبت ایشون در مورد اسرائیل
و حتی با تمرکزی که دیشب در این مناظره راجع به مسئله اسرائیل بود صحبت خواهیم کرد. آقای اوباما همونطوری که میدونید ایشون یک در تخصص هستشون در وکالت بوده، وکیل هستن و بعد هم زمانی که یک دور فقط در سنای آمریکا خدمت میکنن به رئیس جمهوری آمریکا میرسن. این در واقع مقدمه حالا نه تنها فکر فعالیت سیاسی ایشون بوده، ولی در واقع اتفاقی رو که ایشون داشت توضیح میداد در صحبتاش که آدم ها با اون دکترین فکری سیاسی ایشون آشنا بشن، رنجی رو که از شکست بهار عربی میدید در صحبتاش کاملا روشن بود. یعنی در واقع ایشون میگفتش که این شکست بهار عربی من رو تاریک کرد، فکر من رو تاریک کرد، فکر من رو به هم ریخت، و این نشون دهنده اون زمانیه که ایشون در ماهای اول ریاست جمهوریش میره در دانشگاه قاهره و اون صحبت ها رو میکنه، یا حتی اگر در عکسی که دیدیم ایشون میرفت دستبوس پادشاه عربستان سعودی شد و جلوش دلا شد. حالا اگر که ما اون عکس ها و اون زمان رو نگاه بکنیم و یادآوری بکنیم به خودمون، پس چطور شد که آمریکا از ایران طرفداری کرد و این قرارداد رو نوشت؟ چطور شد که عربستان و بقیه متحدین رو خودشون رو در خاورمیانه تنها گذاشتن؟ بنابراین آیا این دکترین فکری از اول بوده یا تکه تکه در زمان به همدیگه متصل شده و دکترین سیاسی ایشون شده؟ در حال الان به همه این مسائل اشاره میکنیم. در واقع آقای اوباما در صحبتشون گفتن که یعنی اتفاقات رو که افتاده بود برای مردم یادآوری کردن، ایشون ایران و عربستان رو تشویق کردن که برای خاتمه درگیری در خاورمیانه با همدیگه به اون چیزی که حداقل ایشون به عنوان صلح سرد داره بهش اشاره میکنه با همدیگه کنار بیان. و آقای اوباما ایمان داره که درگیری در خاورمیانه خاتمه نمیگیره تا اینکه ایران عربستان رابطه صلح‌آمیزی رو با هم دیگه پیدا بکنه. در واقع اگر رابطه صلح‌آمیزی پیدا بشه و نوشته بشه، رقابت ایران و عربستان در این منطقه که این جنگ‌های نیابتی رو در عراق، سوریه و یمن ایجاد کرده، در واقع جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه هیچ وقت پایان نخواهد گرفت. حالا اگر حتی ایران و عربستان هم با هم دیگه با صلح بکنن، این جنگ و هرج و مرج در خاورمیانه پایان نخواهد گرفت. ولی ایشون به دوستان خودشون و ایران رو جزو دوستان خودشون اعلام نکردن. این خیلی جالب بود که ما به هم پیمانان خود و ایران اعلام میکنیم که یک راه موثری برای همزیستی خودشون در این منطقه با همسایگان خودشون پیدا بکنن. و ایشون موقعیت آمریکا رو توضیح داد و گفتش که ما سالها دست و پنجه نرم کردیم در این منطقه، 12 سال در عراق بودیم و در واقع به طور واضح ایشون گفتن که دخالت آمریکا در منطقه یا در هر جای دنیا حدی خواهد داشت. و اشاره ایشون در زمانی که میاد میگه که تو این منطقه، منظورشون خاورمیانه، کشورهایی هستن که نمیتونن برای آدم‌های خودشون، برای شهروندان خودشون تأمین رفاه و فرصت ایجاد بکنن که آدم‌ها رشد بکنن، و زمانی که می‌بینیم یه ایدئولوژی خشن افراط‌گرایی مثل داعش پیدا شده، امروز هم این گروه‌های خشن افراط‌گرا خیلی بیشتر از گذشته چارج شدن، این نشون دهنده اینه که ملت‌ها و کشورها دیگه از اون سنت‌های ملیشون دور شدن و این رژیم‌های خودکامه هستن که مردم رو تحت فشار قرار میدن و خفقان ایجاد میکنن. و زمانی که خفقان ایجاد میشه، برداشت آقای اوباما اینه که تنها گروه‌هایی که بازمانده هستن که سازماندهی درستی دارن گروه‌های فرقه‌ای و مذهبی هستن. در واقع ایشون دخالت نکردن آمریکا رو به سازماندهی گروه‌های فرقه‌ای و مذهبی داره میگه، در واقع اینها هستن که دارن سیاست خاورمیانه رو میگردونن. ولی در صحبتاشون ایشون آینده خاورمیانه رو با خوشبینی میدید که اگر دو قدرت این منطقه بتونن اون ارزش‌ها و معانی دموکراسی رو در کشور خودشون، منظورشون ایران و عربستان، پیاده بکنن، بقیه کشورها از اینها درس خواهند گرفت. ولی نکته ای که اینجا هست اینه که در بین صحبتشون خودشون اینو اعلام میکنن که ولی خب میدونید چیه، ارزش های دموکراسی رو نمیتونیم در مغز انسان ها تا
تو این کشورها کاشت بکنیم. نمیتونیم با ریختن بمب بر سر آدم ها بگیم که شما واقعا باید این به این سیستم عوض بشین. و در واقع خیلی سیاست مدارانه از آقای جورج دبلیو بوش، بوش پسر، انتقاد کرد و گفتش که اگر سیاست های لفاظ وارانه ایشون که بهشون در واقع گفت سیاست های چرچیلی، که البته منظور از آقای اوباما از این صحبت این بود که در زمان جنگ جهانی دوم، یعنی اینو آقای اوباما اینطوری داشت تفسیر میکرد که اگر چرچیل نمی اومد و اون حرفا رو نمیزد که ما we will defend Europe, we will defend ourselves، از خودمون دفاع میکنیم، هیچ وقت هیتلر نمیومد جلو، که از نظر من کاملا اشتباه فکر میکرد ایشون، برای اینکه از 1930 هیتلر جلو اومده بود و همه میدیدن که چه اتفاقی داره میفته. ولی در واقع ایشون میگفتش که اگر ما بخوایم این صحبت‌ها رو بلند بلند بگیم و مخالفت بکنیم، که در واقع داشت اشاره میکرد به اون انتقادی که همیشه از آقای اوباما میشه و میگن که شما اگر میدونید که در دنیا یه چیزی به عنوان مسلمانان افراطی وجود داره و این مسلمانان افراطی هستن که با اروپا و آمریکا دارن میجنگن، چرا شما این اسم رو اعلام نمیکنید که اینها مسلمانان افراطی هستن؟ و در واقع ایشون میگفتش که اینا لفاظیه، اینها یک حرفایه که احتیاج به گفتن نداره و ما باید مواظب باشیم، و اگر هم میخوایم اینها رو به این اسم صدا بزنیم به طور مکرر نباید این رو بگیم. ولی در واقع بهار عربی همونطور که در اول صحبت هم گفتم برای ایشون بسیار بسیار سرخوردگی ایجاد کرد. در واقع زمانی که راجع به بهار عربی صحبت میکرد ایشون بلافاصله راجع به سوریه هم صحبت کردن و در اینجا بود که یه مقداری مسائل حداقل برای ما که در کابینه جنگی و کابینه داخلی ایشون نیستیم یه چیزایی رو متوجه شدیم. ایشون گفتن که امسال پنجمین سال جنگ داخلی سوریه است، خب اینو همه میدونیم، ولی وقتی ازش سوال کردن که شما تصمیم خودتون رو برای مداخله نکردن در سوریه در سال 2013 چجوری دفاع میکنید، ازش دفاع میکنید، این بود که گفت در اون زمان بود که اون دکترین سیاسی من کامل شد و من گفتم که ما دیگه در هیچ جنگی در خاورمیانه دخالت نخواهیم کرد. و در واقع اگر که آقای اوباما در این جنگ سوریه دخالت کرده بود، یعنی حداقل یه مقداری بشار الاسد رو گوشمالی داده بود با حملاتشون، با حملات دریایی ناوهای جنگی آمریکا، این جنگ زودتر میتونست خاتمه پیدا بکنه. ولی ایشون گفتن که بله، من در اون لحظه دگمه مکس رو فشار دادم، مکس کردم و میدونستم که از نظر سیاسی برام خیلی گران تمام میشه، ولی در نهایت تصمیم من درست بود. ولی من اینجا این رو میخوام از آقای اوباما سوال بکنم، آیا تصمیم شما درست بود در جایی که شما این جنگ رو 2 سال اضافه کردید و بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون آواره کرده، چون در اون موقع مسئله آوارگان سوریه وجود نداشت، در اون موقع تعداد کمتری کشته شده بودن. و در واقع در همین جا میگه که البته من این رو باید، آقای اوباما اینو میگه که من اینو با صراحت باید بگم که آقای جان کری موافق دخالت در سوریه بود، ولی مشاورین آقای اوباما مخالف دخالت نظامی آمریکا در کشور سوریه بودند. و در واقع اینجا ایشون توضیح میده که این سرازیری همون سرازیری بود که در عراق پیش آورد و ما رو در مقابل سنی ها و شیعیان قرار داد و ما در وسط قرار گرفته بودیم، از این طرف شیعیان به اون حمله میکردن، از اون طرف هم سنی ها حمله میکردن. بنابراین این دکترین، این مدرسه فکری ایشون از اینجا داره سرچشمه میگیره که من دیگه نمیخواستم که آمریکا رو در اون سراشیبه بسیار بد نظامی که سالیان سال سیاست های غلط جورج دبلیو بوش بود ببرم. چرا؟ فقط به خاطر اینکه من هنوز فکر میکنم که دخالت آمریکا در عراق بیجا بود و در واقع اون سیاستی که گروه نیوکان ها در آمریکا داشتن که ما در ظرف 5 سال 7 کشور خاورمیانه رو عوض بکنیم، که منظور از عراق و سوریه و لبنان و لیبی و سومالی و بعدش هم ایران بود، به این نتیجه گیری میرسیم که در واقع اگر وقت مونده بود و آمریکا در عراق واقعا گیر نیافتاده بود، شاید همه این کارا رو انجام میدادن. ولی چیزی رو که همونطور که شما به درستی اشاره کردین در کارنامه آقای اوباما همیشه ثبت خواهد شد، مسئله قرارداد اتمی خودش با ایران. من فکر میکنم که در اینجاست که آقای اوباما واقعا
حداقل من فکر میکنم یه کارنامه خوبی برای خودش اجرا خواهد کرد. اما در رابطه با داعش چی گفتن ایشون؟ در رابطه با داعش گفت که داعش برای ما یه تهدید وجودی برای آمریکا نیست. چیزی که برای دنیا و آمریکا یک تهدید وجودی، منظورشونه که تهدید خیلی نزدیکتریه، تغییرات آب و هوا و گرم شدن کره زمینه، که البته در اینجا شاید ایشون حداقل در اون دکترین سیاسی خودش رو میگه که ما باید به فکر دنیا باشیم برای اینکه داعش رو میتونیم از بین ببریم. از بین بردن داعش هم باز ایشون به این مسئله اشاره میکنه که باید یک کولیشن، یعنی یک اتحاد بین المللی باشه که بیان و این گروه وحشیگرا و عقب افتاده را از بین ببرن. البته باز اگر برگردیم به صحبت‌های چند دقیقه گذشتم که گفتش که اگر که عربستان و ایران صلح بکنن اون صلح سرد داشته باشن، ببینید کلمه‌ای که ایشون استفاده می‌کنه از صلح سرد، منظورش اینه که این نباید به طریقه یک صلح نوشته شده باشه، ولی در واقع اختلافات مذهبی فرقی باید کنار گذاشته بشه، و اگر اختلافات فرقی و مذهبی کنار گذاشته بشه، نظر ایشون اینه، دکترین فکری ایشون اینه که داعش حذف خواهد شد. حالا اگر حذف خواهد شد خواهیم دید. ولی در رابطه با رهبران خاورمیانه، بیشترین صحبت ایشون در اینجا در واقع باید از آقای بنجامین نتانیاهو شروع بکنیم. به طور کلی صحبتهایی که ایشون کردیم بود که من بسیاری از این رهبران منطقه خیلی ناامید هستم، از رهبران که خودکامه هستن و از رهبران که به طریقه دموکراتیک انتخاب شدن، که البته خب میدونیم که راجع به آقای بنجامین نتانیاهو داشت صحبت میکرد. دلیل انتقاد آقای اوباما از نتانیاهو این بود که ایشون گفتن که بنجامین نتانیاهو میتونست در خاورمیانه با فلسطینیا صلح بکنه، میتونست راه حل دو کشور دو ملیت رو ایجاد بکنه، که این برای امنیت اسرائیل و اکثر یهودیان بسیار بسیار درست بود. ولی آقای اوباما گفتن که نتانیاهو از نظر سیاسی فلجه و نمیتونه این مسئله رو جلو ببره و ترس عجیبی داره برای اینکه میخواد رهبر اسرائیل باقی بمونه. و ایشون گفتن که من صبر زیادی برای این رهبران خاورمیانه به طور کلی ندارم. و خیلی جالب بود که در یه قسمتی از صحبتشون گفتن که من هر وقت که با رهبران خاورمیانه صحبت میکنم، منظورشون که از رهبران عربستان، که از پادشاه اردن، چه آقای اردوان رئیس جمهور ترکیه و حتی آقای نتانیاهو، همه اینها من یه حرفی رو میزنم، میگن که آقا شما هیچ درکی از منطقه ندارین. و در واقع در همین جا بود که وارد یکی از صحبت‌ها میشه، که در یکی از ملاقات‌های خودش با آقای نتانیاهو، که آقای نتانیاهو در اوایل که آقای اوباما انتخاب شده باشن وقتی میاد آمریکا، آقای اوباما میگه که نتانیاهو با من خیلی با یک زاویه تحقیرآمیزانه با من صحبت کرد، و زمانی که میخواست من واقعا درس سیاست و پالیتیک رو بده، من نتانیاهو رو متوقف کردم و بهش گفتم که بیبی یادت نره من یک سیاه پوست هستم که از یک بدون پدر بزرگ شدم، از یک مادر سفید پوست، من در کاخ سفید زندگی میکنم، من رئیس جمهور آمریکا شدم، من تونستم رأی این ملت رو بیارم که رئیس جمهور اینجا میشم. فکر نمیکنید که من حداقل این چیزا رو میفهمم؟ فکر نمیکنید که من این شعور رو دارم، حداقل این شعور سیاسی رو دارم که درک بکنم که منطقه خاورمیانه یک منطقه وحشیه و در واقع با بقیه جاها فرق میکنه؟ البته خب همونطوری که میدونید آقای اوباما انتخاب میکردن چیزهایی رو که میخواستن بگن. نظرشون راجع به آقای اردوان پرسیدن، رجب طیب اردوان، اوباما گفتش که این در اوائلی که آقای اوباما با ایشون آشنا شدن، آقای اوباما فکر میکردن که آقای رجب اردوان یک رهبر معتدل بوده و در واقع در فکر پیشرفت کشورش بوده، ولی امروز آقای اوباما فکر میکنه که اردوان یک رهبر افراطی و خودکامه شده، و با اشاره که به حوادث اخیر و تعطیل روزنامه زمان و جهان در ترکیه کرد، نشون داد که در واقع آقای اردوان داره به اونجا میره. راجع به لیبی ازشون سوال کردن، در واقع تأثیر شکست لیبی رو ایشون به گردن اروپاییان انداخت و گفتش که اونها کسانی بودن که در صدر حمله، یعنی در نیروی جلویی بودن، و ما فقط به عنوان
لوجستیک با اینها کمک میکردیم و تصمیم گیری اینها غلط بود و دید و نداشتن ندونستن چی شده. ولی وقتی که خبرنگار ازشون پرسید که آیا شما تیغ انتقاد رو روی خودتون میبینید، گفتن که بله ما در اونجا هم اشتباه کردیم. در واقع قبل از اینکه راجع به بهار عربی صحبت بکنم، نتیجه گیری صحبت های آقای اوباما این بود که خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا رو گروگان گرفته بود و دخالت نکردن آمریکا در مسائل خاورمیانه به طور کلی در هر کدام از مسائل خاورمیانه، منظورم از یمنه، منظورم از سوریه است، منظورم از کشورهای خلیج و هر قسمت های دیگه، و حتی درخواست ترکیه که آمریکا بیاد و قسمتی از شمال سوریه رو جدا بکنه. بنابراین به طور کلی نتیجه گیری که از این صحبت ها پیش اومد این بود که آقای اوباما گفت خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا رو گروگان گرفته بود و من در واقع این رو نجات دادم، اجازه ندادم که دیگه آمریکا در حالت همیشه پلیس منطقه باشه و من این مسئله رو عوض کردم و ما دیگه حاضر نیستیم که در هر مسئله که در خاورمیانه پیش میاد بیان دخالت بکنیم. اما صحبت هم پایان میبرم در این قسمت در رابطه با این بهار عربی که ایشون در واقع احساس من از صحبت هایی که ایشون در رابطه با بهار عربی کرد آقای بهبهانی این بود که در واقع ایشون نمیتونم بگم بنیانگذار این بهار عربی بود ولی یکی از مشوقین این سیاست بود، یعنی در زمانی که این مسئله در تونس، چون دو سه دفعه ایشون به این مسئله در صحبت هاش اشاره کرد که مسئله که در تونس اتفاق افتاد که بهار عربی شروع شد، من فکر میکردم که این بهار عربی شروع میشه و تمام خاورمیانه رو فرا میگیره و رژیم ها رو پشت سر هم، رژیم های خودکامه رو پشت سر هم عوض میکنه، ولی در واقع چیزی رو که ایشون بهش اشاره نکرد این بود که اگر شما واقعا قدرت رای گیری رو به دست مردم میدید و مردم میان انتخاب میکنن و اگر در مصر هم این بهار عربی اومد و رفتن یک کسی رو مثل آقای مصری انتخاب کردن، بعد ملت مصر گفتن نه خیر ما اینو نمیخوایم، دیدیم که چقدر راحت تونستن تمام اون مسائل کنار بذارن. در واقع شکست بهار عربی رو ایشون یکی از تاریکترین نکته های سیاست خارجی خودش میدونه. البته من فکر میکنم که چون سیاست مشخصی نداشتن و پشتیبانی کامل نکردن این بهار عربی شکست خورد، ولی در واقع گره ای که پیش اومد در این بهار عربی مسئله سوریه بود، یعنی در واقع اون بهار عربی در اونجا فقط متوقف نشد، اونجا وارد یک منجلاب شد و این منجلاب شدن در واقع احساس من بر اینه که عربستان سعودی دید که این بهار عربی، این موج بهار عربی از کجا داره میاد و چه کسی و چه گروهی، منظور اوباما و دستگاه سیاسی آمریکا بود، از این دارن پشتیبانی میکنن. در واقع زمانی که مسئله سوریه پیش اومد عربستان سعودی دقیقا متوجه این مسئله شد و شروع کردن منجلاب امروز سوریه رو درست کردن و در اینجا ایران وارد این مسئله شد و در واقع بیرون اومدن آمریکا به طور کلی از خاورمیانه، منظورم از عراق بعد از جنگ های 12 ساله آمریکا، نشان دهنده شکست نبود. آقای اوباما این مسئله رو شکست سیاسی خودش نمیدونه، ایشون میگه من مسائل آمریکا رو درست کردم، من نیروهای آمریکا رو از عراق بیرون آوردم، من آمریکا رو وارد جنگ دیگه نکردم و به خاطر همین مسئله است که ایشون حداقل نمره بسیار بسیار بالای در کارنامه خودش برای این دکترین سیاسی خودش داره. بفهم بقیه بانی ولی این چند تا نکته من این وسط واقعا نمیفهمم و اونه که البته میدونم که عربستان در این بازی در حقیقت دهنکجی کرده با آمریکا و شاید علت این که اوباما پشت ایران اومده و میگه به عربستان که بایستی که شریکش بکنی، شاید علتش دهنکجی های مستقیمیه که عربستان کرد و چرخشی که عربستان کرد و رفت با نتانیاهو و اینکه آقای نتانیاهو هم دعوت آقای اوباما رو نپذیرفت تحت عنوان اینکه من نمیخوام تو ماجرای انتخابات آمریکا اثرگذار باشم، در حالی که میدونیم در دوره پیش آقای نتانیاهو عملا این کارو کرد و بهش اعتراض کردن که شما چرا وارد سیاست انتخابات آمریکا شدی. ولی یه چیزی که نباید یادمون بره اینه که
بنیاد نظام جمهوری اسلامی که قانون اساسیش باشه اصلا ایجاد آشوبه، یعنی تحت عنوان حمایت از آرمان مستضعفان و اینکه تو منطقه باید همیشه ما بریم حمایت بکنیم. مثلا وقتی که به بحرین نگاه میکنیم، یعنی بحرین، خب شیعیان در بحرین صاحب همه حقوق بودن و این دخالت های جمهوری اسلامی باعث شد که این بیچاره ها در اونجا از حقوقشون محروم میشن، نماینده داشتن تو پارلمان، وزیر داشتن، سفیر شیعه داشتن، همه رو جمهوری اسلامی با دخالت هایی که تو بحرین کرد باعث شدش که اونا رو از دست بدن. من بازم در حیرتم و فکر میکنم که علت این که اوباما اینگونه پشت جمهوری اسلامی قرار میگیره علتش اینه که رفتاری که عربستان باهاش کرده. نمیدونم تا چه حد با این حرف من موافقی یا اینکه نظر دیگری داری. آقای بهبانی، این حواظ راجب این نیامدن آقای بنجامین نتانیاهو و تحریره که ایشون اعلام کرد، یعنی باز من از این کلمه که میگم نرم دیپلماتیک نبود، من از آقای نتانیاهو انتقاد نمی کنم، من فقط حقایق اونجوری که اتفاق افتاده، یعنی اگر که آقای نتانیاهو به آمریکا نیامد، فقط مسئله دخالت در این انتخابات آمریکا نبود. من فکر میکنم که به خاطر اینکه در هر کدام از این مسائل مناظره های انتخاباتی آمریکا که بعداً چند دقیقه بهش اشاره خواهیم کرد راجع به اسرائیل و کرمه اسرائیل و یهودیان صحبت میکنن، اینه که چون رابطه آقای نتانیاهو و اوباما بهتر شده بود دیگه بعد از اون مسائل مارچ پارسال و آمدن ایشون با آمریکا، دولت دستگاه سیاسی آمریکا و کاخ سفید متوجه شدن که این ایده بدی نیست که نتانیاهو بیاد دوتا عکس با آقای اوباما تو کاخ سفید با یه لبخند بزنه بگیره. بنابراین یه سری از اون یهودیان رای دهنده آمریکا که میخوان به حزب جمهوری خواه رای بدن میان به طرف کمپ خانم کلینتون. بنابراین هر دو طرف، آقای بهبانی منظورم اسرائیل و آمریکا، به این مسئله به طور عمیقی نگاه کردن، ولی طریقه که آقای نتانیاهو نیامدنش رو با آمریکا توجیه کرد، از نظر من سخنگوی کاخ سفید این مسئله رو عنوان کرد و این نرم سیاسی درستی نداشت. ولی خب جالب اینه که زمانی که این سوالو کردن زمانی بود که در آقای جو بایدن در آمریکا در اسرائیل بود و داشت راجع به اون بسته کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل که بیشتر به 4.5 بیلیون دلار رسیده و اسرائیل هنوز قبول نکرده و در واقع قصد رفتن آقای بایدن به اونجا فقط برای مسائل دید و بازده آقای نتانیاهو نبود، برای اینکه ایشون رو متقاعد بکنه که بیاد و در کاخ سفید این قرارداد امضا بکنه، اونم باز من فکر میکنم مسائل انتخاباتی بوده. بنابراین آقای نتانیاهو خیلی باهوشانه عمل کرده، گفته نه خیر، من حداقل اگه این قراردادم بخوام با شما امضا بکنم، زمانی میام امضا میکنم که مشخص شده باشه کدام طرفین یا حداقل در یک زمان دیگری باشه، الان خیلی زوده. این دلیلش از نظر من این بوده. اما رفتار عربستان و اشاره که شما به بحرین کردین و ایران که تشنج زدایی رو قبول دارن، ببینید اجازه بدید یه اشاره خیلی کوتاهی به این مسئله مشکایی که اینها دارن از سیلوهای زیرزمینی، حالا از نزدیکی کوههای البرز، هر جای دیگه دارن شلیک میکنن. خب ببینید زمانی که میان یک بالستیک میسایل یعنی موشک‌های قاره پیما رو تست میکنن که اینها دیگه برد 200 کیلومتر و 300 کیلومتر رو اینها نداره، اینها برد 1000 1500 کیلومتر 2000 کیلومتر داره، خب به مرزهای اروپا اینها تقریبا رسیدن، بنابراین داره ترس ایجاد میکنه و در واقع این نشون دهنده فقط یک مسئله است. هر کسی که هر قسمتی که در ایران اومده قرارداد اتمی رو امضا کرده باشه، اگر آبهای سنگین قسمت به اصطلاح مال عراق، یعنی اون نیروگاه عراق رو وقتی که قطب قرار داد مجبور شدن که اضافه اون آبهای سنگین رو بفروشن، آمریکا اون آبهای سنگین رو خریداری کرد، برای اینکه بزرگترین مصرف کننده آب سنگین در دنیا کشور آمریکاست، به خاطر نه تنها فقط سلاح‌های اتمی ولی مسائل پزشکی که از این میتونه از آبهای سنگین استفاده بکنه. بنابراین حالا هر جوری که قرارداد نوشته شده یک مسئله پیش میاد، سپاه پاسداران در ایران و اون گردانندگان میگن ما کاری با این قرارداد نداریم،
شما قراردادتون کردیم، ما میخوایم مشکامون رو تست بکنیم. در واقع اینها همون مسئله که شما دارید اشاره میکنه که این بیست و باچی رو اینها ادامه خواهند داد. و همینطور در خبر آمده امروز گروهی از حوثی ها هستن که دارن با عربستان سعودی مذاکره میکنن، چون یواش یواش نیروها رسن به نزدیک صنعا و دارن تاراپود حوثی ها رو به هم میرزن. و دیگه دولت ایران اعلام کرده که خب یعنی حداقل سپاه پاسداران که ما برای اینا مستشار نظامی بفرستیم، که در واقع مستشار نظامی که اینا میخوان بفرستن الان یه ذره دیره برای این مستشار نظامی دیگه. این زمانی که گروه حوثی ها میخواد با عربستان صلح بکنه، یعنی در واقع عربستان به این نتیجه گیری رسیده که ما در سوریه داریم جلوی مسائل رو میگیریم، ما در یمن داریم جلوی مسائل رو میگیریم، و در واقع هر جایی که ایران بخواد مشکل ایجاد بکنه، تشنج ایجاد بکنه، ما جلوش میستیم. شما این رو بهش میگید دهنکجی به سیاست اوباما. با توضیحاتی که در این 20 دقیقه گذشته دادیم که سیاست فکری دکترین سیاسی آقای اوباما چی بوده، در واقع این رو دهنکجی میشه به حساب آورد، ولی در واقع میتونیم بگیم که عربستان سعودی وارد یک فاز دیگه از مسئله شده، وارد اون فاز شده که دیگه نباید روی آمریکا تمرکز داشته باشه، متکی باشه که از منطقه دفاع بکنه. این وظیفه اعرابه. بیشتر از 600 هواپیمای جنگی پیشرفته در از شارجه گرفته تا عربستان سعودی خوابیده. این خیلی بیشتر از شماره هواپیمای جنگی که نیروهای آر‌ای‌اف انگلستان و فرانسه و آلمان دارن. یعنی اونا هواپیما دارن ولی به این تعداد ندارن. پس بنابراین عربستان با اون قدرت خودش پی برده. حالا این دهنکجی آیا بیرنگ بودن این دکترین سیاسی آقای اوباماست؟ همه اینها به نظر من با همه، ولی در خاتمه من فکر میکنم که پشتیبانی اوباما از ایران فقط برای مسئله قرارداد اتمی نبوده. در واقع متفکرین دستگاه سیاسی آمریکا فکر میکنن که عربستان سعودی و سیستمی که داره رفتنیه و باید از گروه‌هایی که میتونن مثل ایران پشتیبانی بکنن که در مقابل عربستان سعودی بیسته. منظور اینه که در خالی بودن، در اون وکیوم، در اون خلایی که پیش اومده به خاطر سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه، یک نفر دیگه باید اونجا باشه که هیچ کدوم از اینا هیچ وقت به عنوان قدرت اصلی خاورمیانه پیش نیاد. و در واقع تغییراتی که عربستان سعودی، اینو میگم صحبتامو خاطر دادم، تغییراتی که عربستان سعودی در کشورش داد با روی کار اومدن ملک عبدالله این بود که همون صحبتی که شما یه دفعه برنامه‌تون کردین آقا بیبانی، که اینها چطور با این همه ثروت چیکار میخوان بکنن. بالاخره این تحصیل کرده هان عربستان سعودی یه روزی میان روی کار. صحبت اینه که این پادشاه جدید اینها رو آورد روی کار که در واقع جلوگیری از اون مسئله ریوالت یا انقلاب یا سرخوردگی اینها نباشه. و این دقیقا همون نکته‌ایه که عربستان سعودی به ضعف خودش پی برد و این ضعف خودش رو قبول کرد و در واقع داره به اون نسل جدید، مثل وزیر امور خارجه، مثل ولی عهدشه، مثل وزیر دفاع، اون نسل جدیدی که داره این تصمیم گیری ها رو میکنه که در مقابل ایران بیسته. اگر اون نسل قدیم بود آقای بهبهانی، به قول معروف همون آش و همون کاسه های قدیمی. بفرمایید. بسیار ممنونم. عرضم به حضور شما که فرصت تنگ است، ولی دلم میخواد که دیشب دوباره بخشی از مناظره بود و ما یه سری تغییر رفتار رو در اینا دیدیم، یعنی اینکه دیگه راجب دستت کوچیکه دولت بزرگه و اینا حرف نزدن. میخوام ببینم که ماجرا چیه و اینکه همچنان این آقای پیشتازه و در یک پس مصاحبه این داستان کروز میگفتش که خب این حرف مردم رو میزنه و مردم اینا رو میرن، در حالی که سیاست گونه دیگره. چه اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا اینا میتونن موفق بشن یا اینکه این آقا همچنان پیشتاز خواهد و میگن که اگر این بیاد، خودشون اعلام میکردن دیشب که اگر این بیاد حتما به کلینتون میبازه. خواستم اینم که شما از این مصاحبه ها چی درک کردین و چه مطلعی برای ما دارین. بفرم. البته من اول راجع به سناتور سندرز و خانم کلینتون صحبت میکنم، چون به قول معروف زیاد اتفاق بین اونها نخواهد افتاد. البته هفته پیش آقای بهبهانی
ایالت میشیگان به آقای سندرز رای داد که در واقع این یک سورپرایز بود، برای اینکه تمام اینهای سنجش آرایی که کرده بودن خانم کلینتون رو در این ایالت، یعنی هفته پیش دو تا ایالت رای دادن که میشیگان و میسیسیپی بودن که خانم کلینتون میسیسیپی رو برد و آقای سندرز میشیگان رو برد. در این سنجش آرا همه میگفتن که خانم کلینتون بین 20-30% جلوه که چنین چیزی نشد و ایشون با 1% ایالت میشیگان رو با آقای سندرز باخت. دلایل زیادی هست اینجا که چرا این اتفاقات داره میفته و من فکر میکنم که اینها از قدرت نمایی آقای سندرز فقط نیست، اینا از ضعف خانم کلینتون هم هست. خانم کلینتون به خاطر مسائلی که براش هست پیش اومده حداقل سعی میکنه که نکات اساسی سیاست خودش رو با، یعنی با محتوا صحبت میکنن. سیاست آقای سندرز که یک آدم سوشالیستیه خیلی جوانان رو به طرف خودش جذب کرده و خانم کلینتون داره سعی میکنه که حداقل طرفداران آقای سندرز رو زیاد ناراحت نکنه با صحبتاش، برای اینکه در یک مقطع زمانی، حالا اون مقطع زمانی میتونه 2 ماه 3 ماه یک ماه دیگه یا ممکنه مارچ 15 هم باشه، در یک مقطع زمانی خانم کلینتون به طرفداران آقای سندرز احتیاج داره برای اینکه بتونه اون بیس و در واقع مرکزیت حزب دموکرات، طرفداران حزب دموکرات رو ببره. حالا آقای سندرز بازم در چهارشنبه شب که مناظره داشتن با خانم کلینتون همون صحبت ها شد که شما ما 1% از آمریکا صاحب 90% از ثروت هستن که خب ما اینو میدونیم به خاطر سیستم اقتصادی و کپیتالیستی آمریکاست. در واقع در صحبت هایی که میکنه آقای بیابانی اگر توجه بکنید شباهت عجیبی حداقل من میبینم در بین صحبت آقای سندرز و ترامپ. اگر وقتی از آقای ترامپ سوال میکنن که چطور میخوای کسب بودجه رو انجام بدی، میگه بریم پول شرکتایی که دارو قرص و میفروشن دونه $10 رو باشون نگوشیت بکنیم، صحبت بکنیم، بیاریم پایین. در واقع آقای سندرز هم همینو داره میگه. بنابراین خیلی جالبه که امسال واقعا یکی از متفاوت ترین انتخابات میان دوره این دو حزب بوده. اما برگردیم به در واقع ستاره امسال این انتخابات که به نظر من آقای دونالد ترامپ، البته خب دیگه میدونید که ایشون هنوز همچنان جلودار و نفر اول حزب جمهوری خواه هستن و در واقع خط مشی سیاسی مشخصی هنوز ایشون نداره. از سوالاتی که ازشون میشه در واقع به طریق خیلی ساده سوالات رو جواب میدن، ولی آقای ترامپ در واقع خودش رو در مقابل حزب جمهوری خواه قرار داد و رؤسای حزب و سنگین وزنها با اون مخالفت آشکاری رو کردن. در هفته گذشته آقای میترامنی بود و این هفته آقای جب بوش که بدون اینکه در خبرها زیاد پخش بشه به خاطر اینکه آقای جب بوش فرماندار فلوریدا بودن و این ایالت خیلی بزرگیه و در واقع سیستم رأی اینجا بهش میگن winners takes all، یعنی دیگه اون دلگیت ها اون آرا بین دو نفر تقسیم نمیشه، هر کی ببره تمام آرا میره اونجا. برای همین هم آقای روبیو خیلی داره روی مسئله فشار میاره که در اونجا برنده بشه، ولی این هفته آقای جب بوش که فرماندار سابق بوده رفت با آقای کروز، روبیو و کیسیک ملاقات کرد که شاید با این ملاقات یک جبهه متحدی بین این سه نفر پیش بیاره که حداقل جلوی آقای ترامپ رو بگیرن. ولی چرا حزب جمهوری خواه میخواد با آقای ترامپ مخالفت بکنه؟ دلیل مخالفت حزب جمهوری خواه و سران حزب جمهوری خواه با آقای ترامپ اینه که آقای ترامپ در واقع تمام ارزش‌های پلتفرمی رو که اینها دارن، ارزش‌های سیاسی و معنوی حزب جمهوری خواه رو قبول نداره. در واقع قبل از اینکه من وارد این مناظره دیشب بشم اینجا باید بهش اشاره بشه، آقای ترامپ داره رأی آدم‌های جدیدی رو میاره که تا حالا رأی ندادن، یعنی ممکنه که رو یه آدم 50 ساله باشه تا حالا رأی نداده. این آقای ترامپ اینا رو ریجووینیت کرده، این آقای ترامپ اینها رو دوباره باز کرده که بیان و رأی بدن. و اشکالی که اینجا وجود داره اینه که در مقابل هر کدام از این آدم‌های جدید که ایشون داره میاره به حزب جمهوری خواه رأی بدن، 2 نفر از حزب جمهوری خواه نمیخوان رای بدن، برای اینکه با سیاست ها و کارهای ایشون مخالفن و اونها آدم های تحصیل کرده در حزب جمهوری خواه هستن یا طرفدار حزب جمهوری خواه هستن. و در واقع چیزی هم که آقای ترامپ هنوز متوجه نشده اینه که در
چهارشنبه شب وقتی که مناظره آقای خانم کلینتون و آقای ساندرز بود که از طریق یونیویژن که یکی از تلویزیون های اسپانیش صحبتان یعنی از تلویزیون مال آمریکای لاتین هست که در آمریکا در حالت تولید میشه پخش میشه، در این برنامه بود که همین این یونیویژن همین این تلویزیون در مدارس که به اصطلاح بچه های از نسل دوم مکزیکی ها و لاتین ها در اینجا هستن رفتن و در سراسر آمریکا بیشتر از 3 میلیون از جوانانی که به سن 18 سالگی رسیدن و دارن فارغ التحصیل میشن رو ثبت نام کردن که بیان رای بدن. بنابراین این یک حرکت که از طرف حزب دموکرات و آقای ترامپ تمام اینها رو که اگر نگاه بکنه متوجه میشه که هنوز در واقع عقبه. اتفاقی که افتاد دیشب آقای بهبهانی این بود، قبل از شروع این مناظره رئیس حزب دموکرات یعنی چرمن RNC Republican National Committee ایشون اومد، اکنون تالا چنین چیزی ندیده بودم، ایشون اومد اونجا و گفتش که بله ما حزب جمهوری خواه متحده، ما هر کسی که اینجا به عنوان کاندید این حزب بیشترین شماره آرا رو بیاره و کاندید این حزب بشه حزب جمهوری خواه از اون پشتیبانی میکنه. در واقع این داره صحبت‌های پشت پرده رو نشون میده. صحبت‌های پشت پرده از اینجاست که با آقای ترامپ گفتن اگر شما واقعا میخوای که ما از شما پشتیبانی بکنیم از این لفاظیگری ها بددهنی ها کنار بذارین این صحبت ها رو. و آقای ترامپ هم گفته که خب اگر اینطوره پس این دو نفر هم نباید من دیگه حمله بکنن. برای همین مسئله بود که دیشب خبری از رکاکی و بددهنی و از این صحبت ها نبود و آقای ترامپ در واقع تغییر صحبت، تغییر حرکت و شاید هم یه مقداری تغییر سیاست داده بود و ترامپ گفتش که حزب باید متحد بشه، ما باید با هم یکی باشیم و در واقع صحبت های قبل از مناظره حزب رئیس حزب جمهوری خواه این رو نشون داد که در واقع من فکر میکنم که اینها متوجه شدن که یواش یواش یا آقای ترامپ رو قبول بکنند یا قبول نکنند، ولی قبول نکردن اینها دلیل نمیشه که آقای ترامپ به کار خودش ادامه نده. از نظر من آقای ترامپ داره کابینه خودش رو الان تشکیل میده با ملحق شدن آقای کریس کریستی فرماندار نیوجرسی به ایشون که حداقل من فکر میکنم که معاون ایشون خواهد شد. یعنی این قولیه که پشت برده آقای ترامپ به ایشون داده که شما اگه بیا از من طرفداری بکنی من شما رو معاون خودم میکنم یا یه پست حداقل بالای در کابینه به شما میدم. امروز صبحم که یعنی در واقع دیشب آقای ترامپ هم گفتن آقای دکتر بن کارسون اون سیاه‌پوستی که در بین چند کاندیدا بود که الان بیرون رفته امروز اومدن و آقای دونالد ترامپ رو تایید کردن. ولی در واقع آقای بهبهانی همه اینها رو که ما رو هم بریزیم باید برگردیم به محتوای صحبت آقای دونالد ترامپ دیشب. ببینید برای من خیلی جالب بود دیشب ایشون باز برگشت ازش سوال کردن که آقا شما میگین که مسلمانان دنیا از ما بدشون میاد چرا این حرف رو میزنی؟ برای که آقای کروز گفتش که ما احتیاج داریم به مسلمانان دنیا، آقای روبیو گفت بله ما به مسلمان ها، لاتین ها، به همه آدم ها احتیاج داریم، برای اینکه آمریکا ساخته ای، آمریکا یک موزاییک از همه مذاهب ملیت ها هست. شما اگه در نیویورک یک ساعت راه برید آقای بهبهانی متوجه میشید که چند تا ملیت در این کشور وجود داره، حالا در نیویورک خیلی بیشتر. و در واقع این سوال وقتی از آقای ترامپ شد که در روی مسلمانان، ایشون گفتش که شما چرا متوجه نیستین؟ آقای ترامپ این جواب دادن که آقا در خاورمیانه هزاران هزار مسجد هی میرن توی این مسجد میگن مرگ بر آمریکا، خب این مسلمان از ما بدشون میاد. بنابراین دلیل بالا بودن ایشون، دلیل اینکه ایشون امروز به قول آمریکایی‌ها فرانت رانر نفر اول اونجا، به خاطر اینکه صحبت‌ها رو اونجوری که هست میزنه. دیشب خیلی جالب بود که 37 دفعه در این مناظره اسم کشور اسرائیل اومد و هر کدومشون نهایت پشتیبانی خودشون رو از کشور اسرائیل کردن. دلیلش آقای بهبهانی این نیست که اینا همه طرفدار کشور اسرائیل هستن. البته اگه آقای کروز این طرفداری رو میکنه به خاطر اینکه آقای کروز از حزب تی پارتی یعنی اون جبهه افراطی دست راستی حزب جمهوری خواهه، خب ایمان اونها که ما بهشون میگیم اوانجلیست ها یعنی مسیحیان جدید اینه که در واقع حضرت مسیح زمانی که برمیگرده در اورشلیم میاد پایین، پس ما باید از یهودی ها پشتیبانی بکنیم که اورشلیم رو نگه دارن که وقتی که حضرت مسیح میاد ما اونجا باشیم. خب این نظر ایشون، ولی در واقع مسئله ای که بود و
اینقدر راجع به اسرائیل صحبت کردن به خاطر اینه که آقای بیمانی در سه شنبه 15 مارچ انتخاباتی که در فلوریدا و دو تا ایالت دیگه میشه، در این چند ایالت بیشتر از 1.2 میلیون یهودی زندگی میکنن. در ایالت فلوریدا 650 هزار نفر یهودی زندگی میکنن و در واقع اگر ما تعداد تمام اینها رو جمع بزنیم میبینیم که 3.5% از تمام کل رای دهندگان آمریکا یهودی هستن. در نتیجه صحبت‌های زیادی که دیشب در فلوریدا شد به خاطر این تعداد زیاد یهودیانیه که در فلوریدا زندگی میکنن. البته جمعیت یهودیان فلوریدا یه مقداری مسن‌تر هستن ولی خیلی فعالتر در مسائل انتخاباتی هستن و در واقع اینها در اونجا داشتن، اگه به صحبت آقای روبیو توجه میکردین، هر دوشون، هم آقای روبیو هم آقای کروز، نسبت به این که پدرشون 60 سال پیش از کوبا اومده به اینجا و کوبایی هستن و در واقع به اون هریتیج خودشون، به اون سلف خودشون برگشتن که آدم ها متوجه باشن، برای آقای روبیو خیلی تشویق میکردن آقای روبیو رو، اونم به خاطر اینه که خودشون سناتور از اون شهره. ولی اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم در اینجا، از نظر من آقای روبیو تا 15 مارچ وقتی که نمیتونه فلوریدا رو ببره و این واقعا براشون خیلی گرون تمام خواهد شد، آقای جان کیسیک هم باز من بعید میبینم که بتونه اوهایو رو ببره، ولی خب این فقط یک نظر ممکنه پیش بیاد. من فکر میکنم هر دو رو آقای ترامپ میبره و در واقع انتظار اینو داشته باشید که تا 15 مارچ و اون طرفتر آقایان کیسیک و روبیو از اینجا برن بیرون و در واقع این آقای ترامپ و آقای کروز با هم دیگه بمونن. ولی آیا به اینجا خواهیم رسید که آقای ترامپ کروز رو به عنوان معاون خودش برداره برای اینکه بتونه آرا دست راستی و مذهبیون رو بگیره؟ به نظر میاد از صحبت‌های دیشب که خیلی مؤدبانه شد و تغییر سیاست بود و اگر آقای ترامپ رو نگاه میکردید دیگه حرکات دستش کمتر شده بود، صحبتاش کمتر شده بود، حملات به طور کلی حذف شده بود، دیگه وسط حرف دیگه هم دیگه نمیپریدن، بسیار بسیار مثل اینکه تعلیمات زیادی رو پشت پرده بهشون داده بودن که حداقل جلوی ملت آمریکا بتونن یک نقش خوبی رو ایجاد بکنن. و بسیار ممنون و سپاسگزارم. آقا استفاده کردیم مثل هفته، وقت تنگ است و نمیخوام بیش از این مزاحم شما بشم. برای شما آخر هفته ای پر از شادی و سلامتی آرزو میکنم، برای خودت و خانواده معززت. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. متشکرم آقای آرپ. با تشکر از شما و بینندگانتون. ممنون. قربانش. و گفتگوی با آقای دکتر آلبرت. امیدوارم این گفتگوها کمکی کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است، سوالات کن لینک برنامه را از طریق فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس برای سالین بفرستید. به فیسبوک ما بیاید، آدرس ما تو تمام شبکه های اجتماعی میهن تیوی عدد 1، یعنی facebook.com/میهن تیوی عدد 1، telegram.me/میهن تیوی عدد 1، هشتگ میهن تیوی عدد 1. فیسبوک بیاید، من نمیدونم چه مشکلی هست و اونجا اقبالی از شما نمیبینیم. و بعد هم کتاب پرویز دستمالچی رو از من میپرسید که آقای امینی در برنامهش که واقعا مثلا کتاب شاهنامه چهارنارا رو چند تا خجالت میکشم بگم، مثل کتاب آقای دستمالچی. ایام عید این کتاب ها رو بگیرید. این رو کتاب شاهنامه فردوسی آقای چهارنارا رو اینا رو بگیرید کادو بدید، حالا خودت نمیخونی کادو بده دوسته تو رفیقت، ادای آدم روشن فکرها رو در بیار. از همینجا شروع میشه داستان، تخیله و در تخیل استادگی میکنی، تجسمش میکنی، باورش میکنی و میش. اینو استانیسلافسکی تعریف کرد. بازم از شما سپاسگزارم. درنگی میکنیم و در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. همراه ما باشید. ممنونم از شما.